ناسا قصد دارد یک سیستم ماهواره ناوبری جهانی در ماه پیاده سازی کند که طی آن به سیستم ماهواره ناوبری زمین نیز متصل می شود. این آژانس فضایی اکنون در حال آماده شدن برای آزمایش این سیستم ناوبری قمری جدید است که از ماه به سیستم های روی زمین GNSS متصل می شود. در صورت موفقیت این ماموریت می تواند رکورد دورترین اتصال به جی پی اس را در فاصله تقریبا 383,000 کیلومتری زمین بشکند. وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین موجب نرسیدن غلات به آفریقا شده و این مسئله بر گرسنگان آفریقا تأثیر مستقیم گذاشته است. بر همین اساس مکیسال رئیس اتحادیه آفریقا از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته صادرات غلات و کود به قاره آفریقا را تسهیل بخشد. رکورد سرعت اینترنت با 1 پتابیت بر ثانیه یک بار دیگر در ژاپن شکسته شد. با این سرعت می توان در هر ثانیه 2000 فیلم سینمایی با کیفیت 4K دانلود کرد. به گفته محققان مؤسسه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ژاپن NICT، روش جدید انتقال داده انسانها را یک گام دیگر به پخش برخط محتوای 8K نزدیک می کند و مهمتر این که با فناوری های فیبر نوری موجود سازگار است. اولین گروه از زائران خارجی حج از زمان انتشار کووید 19 در جهان وارد خاک عربستان شدند. این حجاج از کشور اندونزی هستند که وارد مدینه منوره شدند و قرار است هفته آینده به سمت مکه مکرمه حرکت کنند. منابع خبری از خودسوزی کارگر ایرانی در شهر یاسوج و خودکشی کارگر دیگر در الوند با حلق‌آویز کردن خود خبر دادند که هر دو جان باختند. منابع رسمی هنوز انگیزه و علت این دو مورد خودسوزی و خودکشی را اعلام نکردند، اما منابع محلی نام کارگری که خودسوزی کرده را مجید بهجت نژاد متأهل و پدر 3 فرزند و علت خودسوزی را فقر و مشکلات شدید معیشتی و کارگر اهل الوند را محمد دوانی 30 ساله عنوان می کنند. محققان و دانشمندان دانشگاه NTU در سنگاپور نوعی پارچه کششی ضد آب تولید کردند که می تواند از حرکات بدن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده کند. در آزمایش انجام گرفته آنها روی یک قطعه پارچه 3×4 سانتی متری ضربه زدند و این پارچه توانست آن را به انرژی الکتریکی برای روشن کردن یک لامپ 100 وات LED تبدیل کند. در پی آتش سوزی در یک انبار کانتینری در شهرستان سیتاکوندا در جنوب شرق بنگلادش بیش از 472 نفر کشته و زخمی شدند. به نقل از ابوالکلام آزاد، رئیس پلیس محلی بنگلادش، تا کنون 22 نفر جان باختند و حدود 450 تن دیگر نیز مصدوم شدند که دست کم 40 نفر از آنها آتش نشان و 10 تن دیگر نیروی پلیس هستند. لوئیجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا هشدار داد که جنگ جهانی نان به دلیل ممانعت از صادرات گندم اوکراین آغاز شده است. وی خواستار توقف این روند شد. بیش از هزاران حوزه رأی‌گیری در قزاقستان صبح امروز یک شنبه با هدف برگزاری همه پرسی بر سر اصلاحات جدید قانون اساسی به روی رأی دهندگان باز شد. قانون اساسی بر اساس طرح قاسم جومار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان اصلاح شده که هدف از آن تسهیل تغییر سیستم ریاست جمهوری با اختیارات بالا به جمهوری ریاست جمهوری با پارلمانی کارآمد و دولتی پاسخگوست
که مستلزم کنار گذاشتن تمرکز بیش از حد روی اختیارات ریاست جمهوری از طریق کاهش مشارکت رئیس جمهور در تشکیل مجلس سنا و تأثیر بر کار نهادهای نمایندگان و مجریان محلی است. ارتش اردن از سقوط یک هواپیمای آموزشی نیروی هوایی در شمال غرب این کشور خبر داد. بر اثر این سانحه دو افسر خلبان جان باختند.